یخسیرو قاسم سلیمانی کشته نشد از این دست در امریکا زندگی میکنه. بله قاسم سلیمانی کشته نشد زنده است در امریکا زندگی میکنه. امکان داره. بله. اما سال شهادتش که بود در شهر ایران که گرفتن یک انفجار شد اتفاق تقریبا 200 نفر شهید و زخمی شد اگر یاد. بله در کرمان بود بایان کرمان بود فکر میکنم اونجا خانوادهش از بزرگان هیچ کس تشریف نداشت و روزی بعد دخترش گفت که من خواب دیدم که مادرم گفت که این جانه رو که بسیار خطرناک هست. بعد چون خواب دید اینه ببینی شما دخترش میگه من خواب دیدم با خانواده تو اینجا نره. یعنی چی؟ چون تلفن آمد برش که به اینجا هستم اونجا فکر باشه چون ساده تشریفه دارستم متوجه باشه که نره خلاص سلیمانی زنده است. تشکر جناب کوهستانی عرض من خدمت شما رسید. شما آماده هستید در یک مناظره که دو ناظر داشته باشیم با جناب صدیقی شرکت کنید؟ بله تشکر از لطفتون. از عربی سه بگر دوستانی باشن که اقتصاددان حقوقدان با عنوان ناظر باشن حتما خواهد بگذارن با عده بنده اگر اعتماد دارید. بله حتما به شما اعتماد دارم. بله خواهش میکنم شما لطف میکنن اگه همچین کاری رو بکنن. مثلا آدمای سعید از شما قدردانی کردیم تشکر کردیم به دلیل ازی که یک به عنوان یک رسانه مستقل برای آگهی رسانی بر مردم افغانستان مثلا جوان ها تلاش میکنن و این کار شما فوق العاده خواهد بود که اگر همچین مناظره رو برگزار کنید کارشناسان سیاسی و که شما میفهمید مخصوصاً اقتصاد و حقوق باید اونا کسایی که هستن باید اقتصاددان و حقوقدان باشن چون نظریات آقای صدیقی کلن به اقتصاد و روابط بین الملل برمیگرده و ما به اصطلاح بگیم کماغاهی ایشان را در اونجا بر شما در برنامه ثابت میکنم که ایشان اطلاعات اقتصادی و حقوقی بسیار بسیار نازلی دارن. تشکر. باز آمدی کوهستانی که نداره اطلاعات و فیلانی تو داشته خودت بگو. باز تو کدر آدمی مزخرف روش نیست نی تو داشته خودت بگو یکی یاد بارم نتارم ببای بلا تو بگو که من یک دانشمند هستم پروفیسر هستم من اینی دیدی بس اینی تو چی نمره بیتی برای من عرف زدن ببین من به شما از کسی انتظار ندارم به نظریات من احترام کنم. من به نظریات شما نه که به نظریات هیچ کسی در دنیا هیچ یک سر احترامی ندارم. من به شخصیت شما احترام دارم عنوان یک انسان ولی نظریات شما تو پیسان نمیرسه شخصیت خود رو بگه Shut up. یعنی چی؟ تلفن آمد برش که به اینجا هستم اونجا فکر باشه که من موندن با ساعت نشتی که برسیم متوجه باشه که نری خلاص. خب تشکر جناب کوهستانی عرض من خدمت شما رسید. شما آماده هستید در یک مناظره که دو ناظر داشته باشیم با جناب صدیقی شرکت کنید؟ بله تشکر از لطفتون. از عربی سه بگر دوستانی باشن که اقتصاددان حقوقدان با عنوان ناظر باشن حتما خواهد بگذارن با عده بنده اگر اعتماد دارم. بله حتما به شما اعتماد دارم. بله خواهش میکنم شما لطف میکنم اگر همچین کاری رو بکنم. اصلا تشکر همیشه از شما قدردانی کردیم تشکر کردیم به دلیل ازی که یک به عنوان یک رسانه مستقل برای آگاهی رسانی بر مردم افغانستان مثلا جوان ها تلاش میکنن و این کار شما فوق العاده خواهد بود که اگر همچین مناظره رو برگزار کنیم با حضور کارشناسان اقتصادی سیاسی و حالا دیگه که شما میفهمید مخصوصا اقتصاد و حقوق باید حضور داره. اونا کسایی که هستن باید اقتصاددان و حقوقدان باشن چون نظریات
آقای صدیقی کلن به اقتصاد و روابط بین الملل برمیگرده و ما به اصطلاح بگیم تماگاهی ایشان را در اونجا بر شما در برنامه ثابت میکنم که ایشان اطلاعات اقتصادی و حقوقی بسیار بسیار نازلی دارن. تشکر. باز آمدی کوهستانی که نداره اطلاعات و فیلانی تو باشته خود بگو. باز تو چقدر آدمی مزخرف ای تو داشته خودت بگو من که یاد دارم ندارم به من ارتباط دار. تو بگو که من یک دانشمند هستم، پروفیسر هستم، من اینی دیدم از اینی دارم. تو چی نمره بیتی برای من؟ صدیق ببین من به شما از کسی انتظار ندارم به نظریات من احترام کنم. من به نظریات شما نه که به نظریات هیچ کسی در دنیا هیچ یک سره احترامی ندارم. من به شخصیت شما احترام دارم به عنوان یک انسان، ولی نظریات شما تو پیسان نمیرسه بیتوان هستی. تو شخصیت خود بگید. یاد گرفتیم از تحلیلگران نماست. برادر 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 برادر